داداش قالب، مادرم قراره بهت زنگ بزنه. گفت به قالب بگو هر طور که میتونه اون پولو حتما بهت بده. یکی از زمینایی که به اسم من هست و میفروشم و تا رفت نفهمیده برمیگردونم سر جاش. باشه؟ یه خوبی در حقم بکن دیگه. خب اگه نتونه بذاره سر جاش چی؟ اگه آقا رفت تو این مدت متوجه این موضوع بشه چی؟ داداش جون، ما چیزی به اسم نظریم سر جاش نداریم. تمام زمینایی که به اسم مادرمه، شاید حتی بابام هم نداشته باشه، خودت که اینو میدونی. درسته، حق با شماست آقا صدات، ولی من نمیتونم. اگه آقا رفت اینو بفهمه، باور کنید نمیتونم براش توضیحی بدم. من به هیچ وجه نمیتونم همچین ریسکی کنم. داداش غالب، من اهمیت ماجرا رو برات نتونستم بگم. انگار میگم مسئله جدیه. ببین امضا رو بزن دیگه، اتفاقی نمیفته، نترس. ضمناً مامانم هم حتما بهت زنگ میزنه، ولی برای اینکه عجله داشتی من دارم شخصا برات تعریف میکنم. آقا صدات، معذرت میخوام، تا تایید پدرتون نباشه زیر بار همچین مسئولیتی نمیرم. معذرت میخوام. وقتی امضا کردی خبر بده، بدجور منتظرم. باش عزیزم. سلن؟ 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 من باید فوراً باهات صحبت کنم. صدات بی خودی خودتو خسته نکن. لوانت همه چیزو به هم گفت. دیگه از من در مورد برنامه های آیندت با جانو کمک نخوا. من دیگه نیستم. من از خودم مشکلات دارم. پس قربان، آقا رفعت منتظر شماست. حتما آقا امیر نیومده، نظرش عوض شده. اومده خانم، تو دفتر آقا رفعت منتظر شما هستم. بهتره بریم. خب عمو رفعت، با اجازتون باید یه بار در مورد این ارقام با عموم و پدرم یه مشورت بکنم. واسه من مناسبه، ولی باید اونم یه بار تایید بکنن. البته پسرم، البته، به تبریک میگم. آدم وقتی همچین تصمیمایی میگیره باید به بزرگترش احترام بذاره. آفرین، به تبریک میگم. ممنونم عمو جون. تا موقع فروش میتونیم منتظر بمونیم، اما من زودتر بگم که اگه شما مناسب میدونین میخوام تو رستورانای هتل یکم تغییرات ایجاد کنم. چه تغییراتی؟ تا جایی که مطلعم رستوران‌های ترکی و ایتالیایی داریم، نه؟ درسته. خب من میخوام همبرگرم اضافه بشه. چی برگر؟ همبرگر. خب به نظر من که مشکلی نیست. ما خیلی وقت داریم که در این مورد صحبت کنیم. بله. آره. من جلسه را همینجا تموم میکنم. در کوتاه‌ترین زمان منتظر جوابت هستم. خیلی ممنونم عمو رفعت، من فردا جواب قطعی رو بهتون میدم، با اجازتون. خیلی خوب، من بدرقت میکنم. نه نه اصلا لازم نیست، زحمت نکشین عمو رفعت. این چه حرفیه پسرم، آدم نباید شریکشو بدرقه کنه. پس بریم. خب خسته نباشین. به خدا دارم دیوونه میشم. خیلی خوب بچه ها گوش کنید، قضیه امیر حواستون رو پرت نکنه. یه موضوع مهمتری هست، اونم اینه که هر طور شده باید تا امشب اون خونه رو بخرم، اما فقط 200 لیر دارم. آی صداد، چرت و پرت نگو دیگه. میشه لطفاً یه حرفی رو هی تکرار نکنی؟ همچین پولی رو نه تو، نه من، نه بابا و نه این شرکت داره، فهمیدی؟ یه راه حل دیگه پیدا کن. آره میدونم، منم از صبح دارم به اون راه حل فکر میکنم. اینطوری نکن تو رو خدا سلن، اصلا کمک نمیکنی. چطور این مشکل رو حل کنم؟ شوهر خاله جاوید. گفتی شوهر خاله جاوید؟ یعنی کمک میکنه؟ به کارم میاد؟ ببینم اگه انتخاب دیگه یم داری. نه ندارم. امیر میبینمت، مبارک باشه. به پدرتم خیلی سلام برسون. باشه، به امید دیدار در کوتاه‌ترین. باشه حتما عمو رفعت جان. خداحافظ. خدا روز بخیر. امیر
مظفر. درستو خوب خوندی. آفرین به. خیلی ممنونم مظفر. میدونی که تقدیر شدن از طرف تو خوبه. همیشه برای نظراتت احترام قائل بودم. نمیدونم از بیرون چطور دیده میشه، اما ما خانواده ای هستیم که خیلی همو دوست داریم و به هم دیگه جونم میدیم و خیلی به هم وابسته. این کار تو از نظر من نفوذ تو شرکته، از نظر تو شریک شدن، حالا هرچی اسمشو میخوای بذار، به نظر من خیلی خطرناکه. یعنی تا جایی که دیدم خیلی شجاعی. با توجه به اینکه کارو به جایی رسوندی که در مورد قیمت با بابام صحبت میکنی، واقعا جرأتت قابل تقدیره. الان داری فکر میکنی چیش ممکنه خطرناک باشه؟ فقط داریم شریک میشیم دیگه. حق داری، شریک میشیم. چیزی نیست که اینقدر بخوایم بزرگش کنیم، بالاخره مال دنیاوی تو دنیا باقی میمونه. اما اگه با استفاده از این شراکت به یکی از اعضای خانوادم آسیب بزنی یا بخوای قلب کسی رو بشکنی، اون وقت منو در برابرت میبینی و همون کاری که کردی رو سر خودت میارم. اوه، خیلی خشن شدی مظفر. خشن؟ من الان فقط بهت هشدار دادم که بعدن خشن تر نشه.